60 روز پیش وبسایتی رو راه‌اندازی کردیم به اسم ebazi.ir. این رسانه تازه تأسیس تو 30 روز گذشته بچه ها تونست تا 22,000 بار برای ما بازدید خلق کنه. این 22,000 بار توسط 7,100 تا مخاطب یونیک خلق شد بچه ها، یعنی هر مخاطب تقریبا 3 بار ویزیت کرد وبسایت ما رو. عجیبه، افراد حرفه‌ای میدونن که این برای یک وبسایت تازه تأسیس خیلی رشد زیادیه، دور از حد انتظاره عزیزای دلم. تو این جلسه میخوام از عوامل موفقیتمون بگم، چه دلایلی باعث شد که این پروژه انقدر زود رشد کنه. با من همراه باشید و این آموزش ارزشمند رو از دست ندید. گوگل آنالیتیکس ابزاریه که هر وبمستری برای مشاهده بازدیدهای وبسایت خودش باید ازش استفاده کنه. بچه‌ها، ما با اتصال این ابزار رایگان گوگل به وبسایتمون از وضعیت دقیق بازدیدها و همچنین تحلیل رفتار کاربرا مطلع میشیم. بازدیدها که مشخصه، اما تحلیل رفتار یعنی چی؟ براتون میخوام یه مثال بزنم. اگه بخوام وارد منوی گزارشات وبسایت ای بازی بشم، میتونید ببینید که کدوم صفحاتمون بیشترین ورودی رو برای ما داشتن. مثلا اینجا نشون میده که توی ماه گذشته از بین 5 تا مقاله برترمون که بیشترین بازدید رو داشتن، دوتاشون مصاحبه هستش بچه‌ها. مصاحبه ما با آریان عبیدی که 885 تا بازدید گرفت و مصاحبه با فرشته مؤسس کانال 60 ثانیه که اون هم 724 تا بازدید خلق کرد. این یعنی رفتار کاربر دیگه، یعنی مصاحبه به مزاق کاربرای ما خوش نشسته و دوستش دارن، چون دو تا از 5 تا مطلب برترمون تو ماه گذشته مربوط به مصاحبه بوده. کلا 4 تا مصاحبه منتشر کردیم که دو تاش رشد کردن. اصلا ما ایده مصاحبه با کریتورهای موفق رو از ابتدای این ماه استارت زدیم بچه‌ها. ماهی که گذشت گفتم 4 تا مصاحبه برای مرداد ما و ایدمون جواب داد. این رو رفتار کاربر میگه. در کنار آنالیتیکس، هر صاحب وبسایتی باید یه اکانت سرچ کنسول هم داشته باشه بچه‌ها. اینا همه ابزارهای رایگان گوگلن، هم آنالیتیکس هم سرچ کنسول کاملا رایگانن. سرچ کنسول چیکار میکنه؟ ببینید، اونم به ما دیتا میده، اما یه تفاوت بزرگی با آنالیتیکس داره و اون اینه که سرچ کنسول صرفاً ابزاریه برای نظارت بر حضور وبسایت تو نتایج جستجوی گوگل. یکم سخت شد و تخصصی، اما بهتون توضیح میدم. بیاید وارد سرچ کنسول وبسایت ای بازی بشیم. ببینید، سرچ کنسول میگه که ما تو 28 روز گذشته 6640 تا ورودی از گوگل داشتیم. اوکی؟ فقط از گوگل. چرا این آمار با آمار آنالیتیکس یکی نیست؟ یکیه بچه‌ها، اما هر کدوم دارن یه چی میگن. آنالیتیکس میگه که ما 22,000 تا بازدید داشتیم از 7100 تا یوزر، از 7100 نفر. برای همینه که میگم این 7100 نفر میانگین هر کدوم 3 بار بازدید داشتن، 3 صفحه مختلف رو دیدن که 22,000 تا بازدید خلق شد. سرچ کنسول میگه 6640 بار سرچ اتفاق افتاده تو گوگل و ما وبسایت شما رو پیشنهاد دادیم و حالا روش هم کلیک هم حتی کردن، وارد وبسایتت شدن. بچه‌ها، فرض رو بر این بگیرید که من لینک مصاحبه خودم داخل وبسایت ای بازی رو برای 100 تا از دوستای خودم تو شبکه‌های اجتماعی میفرستم. تصور کنید که هر کدوم از اون افراد غیر مصاحبه من، مثلا مصاحبه فرشته رو هم میخونن. اوکی؟ پس چی شد؟ من به 100 تا از دوستام لینک یکی از مقالات وبسایتمون رو فرستادم و اینا حالا هر کدوم به طور میانگین 2 بار بازدید داشتن. اینجا تو این مثال فرضی ما 200 تا بازدید داریم، یعنی 200 تا بازدید خلق شده. اوکی؟ چون 100 نفر دو تا مقاله خوندن، 100 ضرب در 2 و 100 تا هم یوزر، 100 تا هم آدم واقعی هستن که این اتفاق رو رقم زدن. آنالیتیکس 200 تا ویو نشون میده به اضافه 100 تا یوزر، اما تو این مثال چون ورودی های ما از طریق شبکه اجتماعی بودن، چون از طریق تلگرام مثلا من لینک رو واسه شون فرستادم، پس سرچ کنسول می نویسه 0،
یعنی هیچ ورودی از طریق گوگل به وجود نیومده، ورودی داشتیم اما از طریق گوگل نیستش. اوکی؟ این فرق بین سرچ کنسول و آنالیتیکس. حالا باز یه مثال دیگه ای که بهتر درک کنیم، طرف مثلا تو گوگل می نویسه فصل چهارم وایکینگ والهالا، گوگل میاد مقاله اول مثلا ما رو معرفی میکنه، طرف روش کلیک میکنه، وارد مقاله وایکینگ والهالا میشه، میخونه این مقاله رو و مثلا 10 صفحه دیگه هم نظرش رو جلب میکنه، میره دنبال مقالات مختلف و میگم 10 صفحه رو هم میبینه، یعنی از طریق سرچ گوگل مشتری وارد شده و حالا 10 صفحه هم دیده. این میشه بچه ها 10 بازدید، الان بهتر میفهمید، این میشه 10 بازدید، یه یوزر، یه شخص واقعی و یه کلیک از طریق سرچ کنسول. یعنی تو سرچ کنسول یه کلیک لحاظ میشه که آقا یه ورودی داشتی شما از طریق گوگل که طرف نوشته مثلا فصل چهارم سریال وایکینگ والهالا. حالا برگردیم دوباره به سرچ کنسول وبسایت ای بازی. میگه که تو 28 روز گذشته 6640 بار از گوگل وارد وبسایتت شدن. چقدر خوبه. در کنارش بچه‌ها دیتای دیگه ای هستش که گوگل میگه که من 90000 بار تو رو تو سرچ نشون دادم که 6640 بار روش کلیک کردن. ما به این میگیم بچه‌ها ایمپرشن. اگه ایمپرشن اتفاق نیفته اصلا کلیکی شکل نمیگیره. خیلی جالبه. شاید یه جلسه تخصصی نیاز باشه که فقط در خصوص این صحبت کنیم که اصلا چطور ایمپرشن ها اتفاق میافتن. اوکی؟ بیایید ایمپرشن رو با یه مثال واقعی بهتون اصلا نشون بدم. من تو گوگل می نویسم دوره تولید محتوا با هوش مصنوعی. وبسایت اول وبسایت مدیر سبز که توسط گوگل پیشنهاد میشه. این وبسایت مال ژامبوسیانه. استاد منه بچه‌ها، مرد بسیار دوست داشتنیه و همین الان اصلا تو کتاب خونم کتابای زیادی از این مرد دارم. کارش درسته. اما من کجام؟ ببینید محصول من تو بین این رقابت دیوانوار در واقع پایین تره اینجاست. ممکنه از هزاران نفری که در روز دارن این کلید واژه رو سرچ میکنن بچه ها، اصلا 100 نفر مثلا بر فرض مثال این رو ببینن، وبسایت من بهشون پیشنهاد بشه اما روش کلیک نکنن. تصور کنید که فقط 1 نفر از این 100 نفر رو وبسایت من کلیک میکنه و 99 نفر دیگرشون وبسایت ژامبوسیان رو انتخاب میکنن و رو اون کلیک میکنن. چون معمولا اصلا ملت تو سرچ بچه‌ها وقتی کلمه کلیدی حالا جستجو میشه تو گوگل عموما رو همون نتایج اول کلیک میکنن. اون وبسایت اول اون بیشترین ورودی رو داره. 90% ورودی های اون کلید واژه دست همون رتبه 1 معمولا باقی میمونه. این رفتار ماست. بچه ها این یعنی تو مثالی که بهتون زدم یعنی ما 100 تا ایمپرشن گرفتیم، 100 بار وبسایت من رو گوگل معرفی کرد اما در نهایت یک کلیک اتفاق افتاد. برای همینه که سرچ کنسول ای بازی میگه که من بابا 90000 بار مطالب مختلف تو رو پیشنهاد دادم اما 6640 تا کلیک گرفتیم از این 90000 بار. اما بچه‌ها سوال اینجاست که تو چه کلید واژه‌هایی اصلا ما به مخاطب پیشنهاد میشیم؟ سوال مهمیه دیگه. اینجا نوشته همین ابزار سرچ کنسول یه همچین دیتایی رو به ما میده که خیلی مهمه. مثلا میگه که آقا ملت دارن سرچ میکنن جواب بازی چیموجی و شما پیشنهاد میشی. ما یه مقاله در این خصوص نوشتیم و ملت این کلید واژه رو سرچ میکنن و ما به ملت پیشنهاد داده میشیم یا ایمپرشن میشیم. حتی دقیقا مشخص کرده که تو 28 روز گذشته 944 نفر همین عبارت رو تو گوگل سرچ کردن و گوگل ما رو حالا پیشنهاد کرده اما از این 944 تا ایمپرشن 168 تبدیل به کلیک شده. خب این عالیه. همین اصلا. خب این از توضیحات آنالیتیکس و سرچ کنسول. دوست داشتم بچه ها بیشتر بشناسیدشون تا در آینده وقتی مثلا میگم وبسایت ای بازی 1,000,000 تا ایمپرشن خورد بدونید منظورم چیه، مثلا معنیش چیه. اوکی بریم سراغ این که چی شد که اینقدر زود رشد کردیم. ما یه تیم 15 نفره ایم با یه هدف بزرگ بچه. ما اصولی داریم که از روز اول بهش پایبندیم. ولش نمی کنیم.
اصول ما اینه که استمرار داشته باشیم. این رمز اول موفقیتمونه. به هیچ وجه امکان نداره که بی نظمی پیش بیاد تو روال تولید محتوا. این رو در نظر بگیرید که اگه استمرار بچه های تیم من نبود و محتوای روزانه منتشر نمیشد، من اصلا کاری نمیتونستم انجام بدم. معجزه نمیشه کرد که. این یک بیزنس محتواییه، یک کارخونه تولید محتواست. اگه به درستی کار انجام نشه، اگه خط تولید ما به درستی کار نکنه و محصول تولید نکنه، کار از کار پیش نمیره بچه. اما حقیقتا استمرار هم به تنهایی کافی نیست بچه. بحث بسیار پیچیده تر میشه وقتی بهتون بگم که در این استمرار باید هوشمند هم کار کنید. هوشمندی تو دنیای امروز یعنی صرفه‌جویی تو زمان. چه باورتون بشه چه نه، تمام نوشته های این وبسایت رو بچه هوش مصنوعی می نویسه. یعنی صرفه‌جویی تو زمان، با وجود اینکه هر مقاله تا 2 ساعت از افراد زمان میبره، با وجود اینکه هوش مینویسه باز 2 ساعت زمان میبره، چون باید بخیر چارچوبی داشته باشه، تصویر میخواد، سئو باید بشه. این یعنی اینکه ما صرفه‌جویی زیادی داریم انجام میدیم تو وقت و انرژی بچه ها. مقاله‌ای که باید ظرف 5 ساعت 6 ساعت آماده بشه، ظرف 2 ساعت تحویل داده میشه. اما هوشمندی صرفاً خلاصه به استفاده از ابزارهای بروز نیست. در کنارش ما باید نگاه درستی بچه‌ها حتماً به مارکت یا بازار داشته باشیم. نگاهی زیرکانه، نگاهی که یک ذره بین بردارید و از بالا نگاه کنید هر از گاهی. براتون میخوام یه مثال بزنم، یه مثال جالب. یکی از بهترین مقالات این وبسایت بچه‌ها این تاپیکه. آیا فصل 4 برای وایکینگ والهالا در پیش خواهد بود یا نه؟ این مقاله رو یکی از بچه ها پدیده نوشته. تیم سینما به این فکر کرد که خب سریال محبوب وایکینگ والهالا فصل 3 هم منتشر شد. حالا سوالی اینجا مطرح شد که آیا الان که فصل 3 منتشر شده، آیا فصل 4 هم در کار خواهد بود یا نه؟ وقتی که بچه ها این سوال مطرح شد بین اعضای تیم، اون موقع هیچ مرجعی در کار نبود. خود سازنده هیچ حرفی نزده بود که آیا فصل 4 اصلا میسازیم نمیسازیم، برنامه چه قراره، کی میسازیم. بچه ها به این فکر کردن که آقا ما نظر شخصیمون رو مینویسیم دیگه، ما تحلیل میکنیم و میگیم که چه اتفاقاتی میتونه بیفته. در واقع تو این مقاله پدیده فقط حدس زد که به احتمال زیاد سریال ادامه پیدا میکنه. فکر میکنم حتی خودش هم حدس نزد، هوش مصنوعی واسش این تحلیل رو نوشت و در اختیارش قرار داد، چون میگم مقالات ما رو اکثرا هوش مینویسه. سوالی که پدیده جوابش رو تا حدودی داد و دل هوادارا رو شاد کرد، انگار سوال خیلی ها بود بچه. سرچ کنسول به همون میگه که چقدر ملت تو حالتهای مختلف این کلید واژه رو دارن سرچ میکنن. خیلی از طرفدار این سریال واسهشون سواله که فصل 4 کی اصلا پخش میشه، آیا فصل 4 ساخته میشه یا نه، فعلا خبری نیستش. و ما جواب این سوال رو دادیم بچه، چون اولین بودیم و رقابت هم زیاد نبود، یعنی رقبای بزرگ ما به فکر پوشش این تاپیک نبودن، پس گوگل به همون اعتماد کرد و تو خیلی از این کلید واژه ها حتی رتبه 1 رو بهمون داد. فکر میکنم همین چند روز پیش خود نتفلیکس هم بچه‌ها به صورت رسمی اعلام کرد که آقا میسازیم، نگران نباشید، فصل 5 2025 پخش میشه. همین اطلاعیه رو هم ما تحت قالب آپدیت جدید به مقاله اضافه کردیم. یعنی یه روزی این مقاله با حدس و گمان نویسنده شروع شد و بعد تکمیل شد. اوکی، آپدیت بیشتری بهش اضافه شد و نوشتیم که خود سازنده هم این رو تایید کرده که میسازیم خیلی زود و نگران نباشید. این یعنی بچه‌ها هوشمندانه کار کردن، یعنی نیازی که ملت درگیرشن رو پوشش بدیم، پیداش کنیم. مثالای بیشتر از این هم میتونم بهتون نشون بدم. حالا در آینده مثلا جواب بازی چیموجی هم برای ما یه همچین شرایطی رو داشت. ما به این فکر کردیم که بازی‌های فارسی زیادی وجود دارن، اینا معمایی‌ان، طرف وارد مرحله‌ای میشه گیر میکنه بنا به هر دلیلی، میاد تو اینترنت سرچ میکنه جواب فلان بازی معمایی و ما اینا رو پوشش بدیم. اتفاقا مقالات زیادی هم نوشته شد تو این خصوص، اما جواب بازی چیموجی یکی از اون مقالاتی بود که نتیجه گرفت، رتبه خیلی خوبی داره تو سرچ گوگل
هر کس که از امروز می نویسه جواب بازی چیموجی، ما بالاخره پیشنهاد میشیم، ما ایمپرشن میشیم. این رو حتما ملاک قرار بدید که شما نمیتونی هر مقاله‌ای که دلت خاص رو خلق کنی، نمیتونی مثل یک ربات کار کنی، باید درست فکر کنی و بزنی به هدف، وگرنه به راحتی به نتیجه نمیرسید. من سعی میکنم گزارشات بیشتری از وبسایت ای بازی رو در اختیارتون قرار بدم به مرور زمان تا بیشتر و بیشتر از این پروژه یاد بگیریم با هم بچه‌ها. به نظرم درس‌های زیادی میشه از این پروژه گرفت. ممنون که همراه من بودید و ممنون که برای دیدن این گزارش وقت گذاشتید عزیزای دلم. دوستتون دارم. تا مشمت. رام مطالعه پادشاه بیزنس آنلاین. رام مطالعه پادشاه بیزنس آنلاین. در میاره با هر کلیکی کلی پول، ای تو ایده های برترین بازار بود.